عرض سلام و ادب دارم خدمت دوستان گرامی حالتون چطوره؟ لکسیون 423 درس 423 این درس خیلی مهم هست بخصوص برای سه 1 و حتی سه 2 ما دسن و دیغن رو در درس 269 و 270 گفتیم مثلا معنی ش میده دختری که پدرش پدری که کارش اینا این شه به دسن و دیغن گفتیم و در درس 367 و 368 و 369 حالت های کاربرد دیگه از دسن رو گفتیم که اینجا دیگه دقن کاربرد نداشت و دسن کاربرد داشت 267 26, ربطی به دسن و دقیقه نداشت ما فعل رو کار کردیم مثل آن مثل به شول مثل گدنکن که گنیتیو میخوان یعنی به جایی که بگیم مثلا داتیو یا آکوزاتیو اینا ژنتیو میخوان حالا اگر آکوزاتیو هم بخوان ژنتیو هم بخوان مثلا دی پلیسای هات این دست موردس آنگکلاگت پلیس او را به مرد به قتل متهم کرد او را دس مورد اینو دیگه حالا میگیم به قتل دیگه اینجا داتیو نمیگیم اینجا باید ژنتیو بگیم و گفتیم بهترین راهش اینه که بگیم مثلا یماندین کسی را اتواس اون اتواسه رو تو بالات بگیم اینجوری بگیم که بفهمیم چه جوریه مثلا انکلاغن یا یه اتفاس دیم اتواس بشول دیگه میبینید که این اتواس ها شد این حالت هم کار کردیم درس سی اومدیم آفکون رو کار کردیم که اینم گفتیم خیلی مهمه باز هم تو متنا زیاد میبینید حتی توی گفتار های اینا گفتار یه مقدار رسمی هم میشنوید آفکون یعنی به اون به خاطره بعدش واس میاد آفکون واس که فعل میفته آخر فعل اینجاست مثلا آف کن تو میگه زکت هست به خاطر اون چیزی که تو به من گفتی بین ایش زوا ناراحتم اصابانیم آف دسن واس مثلا اگه بخوام اینجا نخواستم بعد از آف اسم بیارم اگه بخواستم اسم بیارم این رو میتونم یه حالت اسمی بگم مثلا بگم آف کند داینا آساگه به خاطر ازهاراتت بین ایش زوا پس اون آساگه رو نگفتم دسن رو وردم دسن واسی کردم و فعل رو انداختم اونجا حالت جمله ربطی آوردم ببینید به همین ترتیب گفتیم دسن میتونه حالت مضافن علیه رو به قولی پوشش بده مثلا دین لیبن ایست دسن زندگی تو مجموعه همه اون چیزهایی هست که تو روش تمرکز میکنی مثلا اگه من بخوام نخوام اینجا به صورت جمله ربطی بگم در درس 69 گفتیم چیکار میکنیم میام اینجا میگم درلیاس داینا کنسنتراسیون. مثلا به جای اینجا بعد از زومه. زوم داینا کنسنتراسیون نتتیوی میشه پس من اینجا اسم اس رو نیوردم اس اومدم رفتی کردم بچه ها. پس اینجا میشه این کار رو برای این اینها هم انجام داد اینو مثلا بهتون نگفته بودم که از دوستان سوال پرسیده بود تو چرا اینجا دسن شده بچه ها؟ حالا من اون سوال رو هم میذارم دلیلش رو بهتون بگم اینجا مثل همون حالت بچه ها ما میتونیم اینجا در این جمله مثلا دی هات این این رو هم من دسنی کنم و بعد بیام اینجا کما بذارم بعدش یه جمله ربطی بگم که فعل بیفته آخر که اون جمله ربطی یه مقدار به این مرتبط باشه مثلا میتونم بگم دی هات این دسن اون چیزی را او به اون چیزی متهم،, متهم, کرد که اون چیزیه گنتیوه بخاطر من نمیتونم بگم حد این دست انگه نمیشه گفت چون فیلم انگه کلاگ دسن میخواد پس اینجا من باید دسن بذارم بچه ها حالا اونجا میمونیم اینو بیستمش من میگم دی پولیتسای حد این دسن انگه کلاگ حالا کما واس به اون چیزی متعم کرد واس ویه سنبایش بید که ما آن را واس ویه مثلا واس ایر ابلیند ابلیند به اون چیزی که متهم کرد که که آن را او رد میکنه مثلا چی اینجا میتونم این نملیش هم بذارم نیملیش اتهامو بگم نمریش دس موردس در واقع مرد در واقع قتل دی پلیس هات ها این دس ان انگلگ واسه ار یا ابگلیند ابگلیند هات بگیم رد کرد لیند هات دسماردس این نیملیشه دیگه این دسماردس برمیگرده به اینجا بچه ها من میتونم همه اینا رو حذف کنم این نیملیشه رو اینو بیارم بذارم اینجا به جای دسن تموم شه بره ولی بعضی موقع یه جاهایی میشه بچه ها اینجا دسن میاد در اون مواقع باید دقت کنیم که نتونسته یک کلمه خاص خوب اینجا پیدا کنه یا خواسته یه مقدار طولانی کنه یه توضیح بده اینجوری باید فکر کنیم اینا فقط تو نوشتاره بچه ها تو نوشتار تو متن می میبینید حتی تو متن 3 و 32 بتونید بفهمید مثلا به همین ترتیب زی این دس بشولدیشت زی این دسن بشولدیشت واسمان من زم دیبشتال ننت اون چیزی را به اون چیزی که متهمش کردم که آدم اونو سرقت می نامد مثال اینا حالا اون مثالی که دوستمون زده بود خیلی جالب تر بود اونو من بیارم بهتون بگم دی آنهنگا دیز یعنی طرفداران این رویه این روندی که وجود اومده شتربن دناخ به این سمت تلاش و سعی دارن زیش نخون نخ دسن سو انتلیدین ببینید بچا اینجا زیش نخون و لاخ اتوا سو انتلیدین انتلیدین بچا یکی از اون کلماتی که ما حالا تو درس نگفتیم ولی معنی لوس ورن لوس ورن. یعنی از شر یه چیزی خلاص شدن یه چیزی رو ول کردن لوس وردن اگه من بخوام بگم لوس وردن اتواس لوس وردن این اتواسه اگه اتواس بگم این اتواس آکوزاتیوه ولی اگر بگم اتواس لوس وردن این اتواس اینجا چیه بچه ها؟ گنیتیویه یعنی اون انتله دیگه حالت گنیتیو میتلبه برخلاف لوس وردن که ما اینو بهتر استفاده میکنیم تو روزمره از این استفاده میکنیم ولی این طور دوشتار اومده حالا پس یه عده که حالا طرفدار یه رویه و یه روند هستن تلاششون اینه که کم کم یه چیزی رو از یه چیزی خلاص شن حالا اون چیزه رو نخواسته بگه بچه اون چیزه رو خواسته جمله ای بگه پس اومده مثلا اون چیزه آخرش ببینید اونجا نملیش اون چیزه رو گفته ببینید نملیش چی بوده؟ The Sufils and Besitz und فلشه دسو فیلز اون سو فیلز اینجا دیگه اسمش کرده زیاده از داشتن دارایی و مثلا خونه مساحت خونه دلشون اون افراد دوست داشتن دوست ندارن مثلا سرمایه داشته باشن فقط دوستن یه جایی داشته باشن جای کوچولو داشته باشن و استراحت کنن دنبال سرمایه نیست پس این امریش حالا آخرش ورده ولی من اینجا اینجا نخواسته اینو مستقیم اینجا بیاره بچا اینجا خاصی توضیح داده باشه حالا آخرش اون هم گفته پس اینه فقط اینو میخوام بدونید شما که این دسن چجوری تعبیرش کنید چجوری تفسیرش کنید که تو متن بتونید بفهمیدش دسن سو دیگه واس به واسش هم آورده واس زی این ایرا اکسیستنس از بالاست امفیندن توی زندگیشون توی وجودشون به عنوان بالاست همون بالاست و لاست بگیم یا بار اضافه بگیم میگن این چیز آقا بار اضافه است یه،, یه آدم میلیمالیستن مثلا پس این هم یک فعل جدید که یاد گرفتید اتفاق سنتله دیگه اینو توی روزمره به شما نمیخواد استفاده کنید وقتی دیدید توی گفتار توی نوشتار به خصوص توی متن ها دقت داشته باشیم چی هست خیلی خوبه که شما بتونید این دروس رو بچه یه بار دیگه نگاه کنید 367 269 270 حالا یاد بگیرید برای برای خوبه از 367 تا 368 تا 369 و این درس رو حتما باز هم نگاه کنید تمریناتش رو نگاه کنید تو این درس ما چند تا فعل دیگه هم گفتیم گفتیم بعضی مواقع فعلایی هستن که میتونن ژنتیو داشته باشن تو متنای قدیمی ژنتیو هستن ولی توی آلمانی مدرن با حرف اضافه اومدن مثلا اونا رو هم نگاه کنیم بعد نیست بدونیم چوس